در ادامه فشارها و محدودیتها علیه جامعه مسلمانان در هند دولت افرادگرای هندوی این کشور با صدور دستورالعملی ممنوعیت فروش و تبلیغ محصولات حلال در هند را صادر کرد با هم گزارش علی اکبری را ببینیم گروهی از علمای مسلمان از جمله روحانیون شیعه در ایالت اوتار پرادش هند تصمیم دولت برای ممنوعیت فروش محصولات حلال در این ایالت را محکوم کردند اقدامی که به عنوان نقض آشکار حقوق مسلمانان در خوردن غذاهای حلال توصیف شد به گزارش خبرگزاری اخبار روزنامه آزاد در این رابطه نوشت علما و فعالان مسلمان از جمله روحانیون شیعه در ایالت اوتار پرادش تحت حاکمیت هندوها تصمیم دولت برای جلوگیری از فروش مواد غذایی حلال و تبلیغ محصولات آنها را در بازارهای محلی محکوم کردند این روزنامه به نقل از فعالان یاد شده نوشت مسلمانان باید در آنچه میخورند یا مصرف میکنند بر اساس اعتقاد مذهبی خود از آزادی برخوردار باشند هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند AIMPL بی نیز ضمن اعلام موضع در این رابطه گفت هیچ چیز غیر قانونی در صدور گوایی حلال وجود ندارد دکتر قاسم رسول الیاس سخنگوی این هیئت اظهار داشت اسلام در مورد برخی از چیزهایی که خوردن آنها جایز نیست محدودیت هایی دارد لذا صدور گواهی حلال برای برخی از کاله ها خرید چیزهایی که شرعا مجاز است را برای جامعه مسلمانان آسان تر در همین حال جمعیت علمای هند در پی ممنوعیت فروش و تبلیغ محصولات حلال توسط دولت بیانیه ای صادر کرد و با اشاره به اینکه این جمعیت دارای مجوز قانونی برای صدور گواهی حلال و معتبر از وزارت بازرگانی است تاکید کرد که تاکنون گوایی های حلال خود را به صورت شفاف و صادقانه صادر می نموده است گفتنی است که اعمال این گونه سیاست ها بر علیه مسلمانان در حالی صورت میگیرد که پژوهشگران تاکید کردند که ممنوعیت فروش و تبلیغ محصولات حلال گواهی شده مانع صادرات بیشتر در کشور و کاهش رونق اقتصاد محلی می شود. علی اکبری اخبار شیعه شیخ مصطفی عدیب هندی وکیل آیت الله شیرازی در هند با ما همراه هستند. جناب عدیب هندی سلام وقت شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله و برکات و وقت شما بخیر باشه ان زنده باشید. دلیل تشدید فشارها از سوی دولت افرادگرای هندو به مسلمانان علی رغم فشار افکار عمومی در هند و در دنیا چیه؟ بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم همونجوری که اشاره فرمودید خود مردم هند و هم از خارج از کشور خیلی برد و چندین ماه هست که این فشار بیشتر شده که این جور سیاست ها و این جور عملی که داره انجام میدن خوب نیست هم برای هند خوب نیست هم برای صادرات و اقتصاد کشور خوب نیست ولی همجوری که مستحضر هستید سال آینده یعنی سال 2024 انتخابات سراسری در هند هست و این جور سیاست ها خیلی ربط عمیقی داره با انتخاباتی که داره میاد چون این جمعیت میخواد و این جور اقدامات اون طبقه خاص هندوها که به اینها رای میدهند را به, طور به طرف خود جلب کنن و این جور سیاست ها این جور نشون میدن که ما داریم برای هندوها کار میکنیم و مسلمان ها را داریم تحت فشار می آوریم. و آنها دوباره به این حزب رای بدهند که اینا همون افکار هندویت را و, را و کشور هندو که اینا اصل اجندایشون این است که این کشور یک کشور هندو بشه را دنبال کنند یعنی این کارها بیشتر تاکتیک برای انتخابات هست و در اصل هدف از این کارها بیشتر این هدف عغز رای هندوها در نفع خودشون است بله مسلمانان در برابر این رفتارهای فراقانونی چگونه میتوانند از حقوق خود دفاع کنند بهترین چیز ها این است که هندوستان هنوز 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 دادگاه های هندوستان به طریق, به طریق کامل طرفدار دولت یا طرفدار اینجور نظریات نشدند و این اقدام اخیر هم که هست خیلی غیرقانونی است چون از لحاظ قانون هندوستان یک فرد هندی چه مسلمان چه غیر مسلمان آزاد هست چی میخوتونه بخوره چی تو چی از چی پرهیز کنه و دولت های قبلی حتی همین دولت مجوز قانونی داده حالا یک نفر میاد در یک مثلا در یک ایستگاه پلیس میره شکایت میکنه از یک شرکتی و دولت میاد یک حکم صادر میکنه که مثلا از امروز گوشت های مثلا با لیبل های حلال نمیتونیم بب... یعنی چیزهای غیر گوشتی با لیبل حلال رو نمیتونی بفروشی خب اگر یک کسی اومده تو پلیس شکایت کرده باید این پرونده بره دادگاه باید یک کسی بیاد ازش اش... از هر دو طرف دفاع کنه بعد بیان دیگه حکم صادر کنه الان هم وقت خوبیه الان هم آل شیعه پسند لابد که برای حقوق مسلمانان کار میکنه و حتما میره به دادگاه بهترین کار همین است که به دادگاه برن از طریق دیگه هم مسلمانان متحد بشن علیه این چیزها یک لجنه خوبی مال وکلا و لجنه مهامی ها اینجور افراد را درست کنن و از طریق غیر هند یعنی خارج از هند هم فشار برای دولت هند و دولت مرکزی خصوصا بیاورن که برای کسانی که خارج از هند اصلا خیلی از کسانی هستند که تو خارج از هند پس تو کشورهای اسلامی به قول خودشون اسلامی کار میکنن هندی های زیادی اونجا هستن این بله. کشور هم میتونه بر هندوستان یک فشاری بیاره که این جور اقدامات بر نفع اقتصاد اونها و افرادی که در کشور اسلامی زندگی میکنن به نفع اونها هم نخواهد بود بله. از بهتری راه این است که متحد بشن و از طریق قانونی پیگیری کنن این گونه رفتارهای دولت افرادگرای هندو چه تأثیری در مشارکت مسلمانان در رونق و پیشرفت اقتصاد هند داره؟ خب این خیلی تاثیر داره چون هندو هم مسلمانان خیلی تو اقتصاد هند دخالت دارن هر چون بالاخره یک جمعیت زیادی هستند و در در امور صادرات و واردات و تولید چیزها هم خیلی دخالت دارن اینجور اقدامات اصل هدف همین است که مسلمان ها از بازار کنار برن و کل بازار دست غیر مسلمان یعنی غیر مسلمان ها یا هندو ها بیفته که این عملی نیست و این به خود در نفع کشور هم نیست و این تاثیر زیادی گذاشته در خیلی از شهرها گذاشته که مسلمانان مجبور شدن از اون شهر برن این شهر دیگر و این سبب میشه که اقتصاد اونها چیز بشه یعنی مسلمانان ضعیف بشن ولی این ضعیف شدن فقط مسلمان مسلمانان تمام نمیشه به خود کشور و اقتصاد کشور هم ضرر میرسونه و این مانم. خیلی مهم هست که باید به دولت فهمانده شود و از این اقدامات باید دولت پرهیز کند ممنونم با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی که از هند با ما همراه بودند